سخنران بعدیمون خانم دکتر میترا ذوالقدر لیسانس جامعه شناسی از دانشگاه تهران دارن و فوق لیسانس جامعه شناسی و تعلیم و تربیت و دکترای تعلیم و تربیت از USC. ایشون مدرسه خصوصی و دولتی ابتدایی، متوسطه و بزرگسالان و کلاس‌های دانشگاهی تربیت معلم رو تدریس کردند. از سال 1990 در LA Unified School کار می‌کنن و از سال 2001 دوره متوسطه رو تدریس می‌کنن. گفتار ایشون راجع به فرایند یادگیری، موفقیت علمی و اجتماعی هست. لطف کنید تشریف بیارید. روز بخیر، خیلی خوشحالم که امروز در جمع شما هستم. با تشکر از استادان محترم و گرامی که اونجا حضور دارن و تشکری ویژه از خانم دکتر فرجان زینی که این گردهمایی به ابتکار و پشتکار ایشون انجام گرفته. اجازه بدین اول دو مطلب رو اینجا ذکر کنم. یکی اینکه صدای من خیلی شفاف نیست به خاطر بیماری که داشتم، و یکی اینکه این اولین باری که من سخنرانی در زمینه آموزش به زبان فارسی دارم و اگر مترادف های انگلیسی اون سریع‌تر به ذهنم میاد شما بزرگواری کنید و ببخشید. مطلبی که برای شما آماده دارم فرایند یادگیری و موفقیت علمی و اجتماعی هست. این مطلب در 8 قسمت به شما ارائه میشه. اجازه بدین در قسمت اول بگم که هر جا که راجع به معلم صحبت میکنم پدر مادرها مخاطب من هستن، چون ما به عنوان پدر مادر اولین معلمین بچه ها هستیم، معلمین تمام وقت و به نحوی مادام العمر بچه ها. یک ضرب المثل ژاپنی میگه که یک روز با استاد و معلم خوب بودن بیشتر از 1000 روز تحصیل موشکافانه و دقیق ارزش داره. جوزف آلپرز معتقد هست که معلم خوب کسی نیست که جوابهای درست رو به شما میده، بلکه کسی که سوالهای درست رو مطرح میکنه. و ویلیام وارد معتقد هست که معلم خوب تدریس میکنه، ولی معلم برتر انگیزه یادگیری رو در بچه ها به وجود میاره. چقدر خوبه که ما به بچه ها مثل پروانه های نگاه کنیم که در سطوح مختلف پرواز میکنن و هر کدوم بهترین خودشون هستن و نباید با هم مقایسه بشن. هر کدوم زیبا، متفاوت و جالب. لیو باسکالیا که استاد دانشگاه کالیفرنیا جنوبی بود در کتاب بسیار جالب خودش به اسم عشق راجب هدف تعلیم تربیت اینطور میگه که هدف تعلیم تربیت در واقع انتقال محفوظات استادان و معلم ها به بچه ها نیست، بلکه پرورش خلاقیت بچه ها و بال پرواز یا پر پروازی است که باید به بچه ها داده بشه که به آرزوها و تخیل هایی که دارن در واقع تحقق ببخشن. اینجا با اجازه بدین یک مقدار آمار و ارقام رو با توجه به اینکه انگیزه گردهمایی امروز فیلم ریس تو نوور بود با شما در میون بذارم که توسط خانم ویکی آبینست، یک وکیلی در شمال آمریکا که تحت تاثیر مرگ یک تینیجر همسن دخترشون قرار داشتن فیلمی ساختن، این آمار و ارقام به شما ارائه میشه. منبع این آمار و ارقام دانشکده علوم تربیتی دانشگاه استنفورد. در مورد افسردگی و استراب بیش از 3.5 میلیون بچه در یعنی بچه های 7 تا 10 ساله در آمریکا تحت مراقبت های پزشکی هستن بودن در 5 سال گذشته و این رقم به 5 سال در نسبت به 5 سال قبل از خودش 2 برابر شده. نیمی از این بچه ها اقدام به خودکشی میکنن و متاسفانه 7% جانشون رو از دست میدن. خودکشی سومین عامل مرگ در افراد 10 تا 24 ساله بعد از جنایت و بعد از تصادف و جنایت هست. بچه هایی که بین 9 تا 13 ساله هستن از فشارهای روانی که به خاطر مسائل تحصیلی هست همیشه گله دارن. تحقیقی که واشنگتن پست، دانشگاه هاروارد و کایزر فاندیشن انجام دادن این مسئله رو تأکید کردن و این درصدش رو در حدود 30% اعلام کردن. بچه هایی که بیشتر 3.5 ساعت هومورک انجام میدن با مشکل اضافه وزن روبرو میشن. در مورد خواب
با وجودی که میزان خواب بچه ها به نسبت سنشون کمتر و کمتر میشه، ولی اکثر بچه ها چه در محیط ابتدایی و چه در میدل سکول از کمبود خواب رنج میبرن و بسیاری در مدارس متاسفانه خوابشون میبره. من فکر میکنم یه دلیلی که مدارس صندلی مدارس اینقدر ناراحتشان همین مسئله باشه که بچه ها خیلی زیاد احساس راحتی نکنن و به اصطلاح جا نیفتن. و در مورد مشروبات و مواد مخدر، درصد نزدیک به 25% بچه های دانشگاه از مشروبات استفاده میکنن و مشابه همین از مواد محرک برای بیدار موندن. اینجا اجازه بدین مقدار تأمل بکنم. در یک تحقیقی که در با بچه ها صحبت کرده بودن، ازشون پرسیده بودن که احساس خودتون رو نسبت به مدرسه بیان کنید و متاسفانه دو لغت کسل و خسته بیشتر از هم استفاده شده بود. در 30 سال اخیر میزان هومورک بچه ها خیلی زیادتر شده، 50%، ولی ریسرچ نشون میده، تحقیقات نشون میده که رابطه مستقیمی بین میزان هومورک و موفقیت بچه ها به خصوص در سطح ابتدایی وجود نداره. و اگر این هومورک 60 دقیقه کمتر باشه، در سطح میدل سکول یک ضریب ارتباط 70% داره. در مورد همین مسئله تحقیق در سطح آمریکا بین 60 مدرسه انجام شد و به این نتیجه رسیدن که بچه هایی که به محیط های لس اکادمیک میرن، غیر کمتر جنبه های علمی داره برای پریسکول و کیندرگارتن، اینا بعدن تا کلاس چهارم تحقیق کرده بودن از لحاظ تحصیلات موفق تر بودن. این رو دلیلش رو بعدن خدمتتون در قسمت فرآیند یادگیری توضیح میدم. در فنلاند بچه ها نسبت به ممالک دیگه خیلی دیرتر به مدرسه میرن، حدود 7 سالگی، و ولی بعدن در مسابقاتی که در سراسر دنیا انجام میشه، بچه های فنلاند از لحاظ مهارت زبان در مرحله اول هستن خواندن و در ریاضیات و علوم در بالاترین سطوح قرار دارن. بیشتر از 90% بچه ها در میدل سکول و های سکول برای گرفتن نمره خوب تقلب میکنن، یعنی موازین اخلاقی و شخصیتی، اصول شخصیتی در واقع قربانی این رقابت های متاسفانه نابجا میشه. وقت بازی بچه ها، استراحت و فامیلی تایم به مراتب کمتر شده. دانشگاه میشیگان توضیح میده که در تحقیقی که کردن که تک عاملی که بسیار مؤثر هست وقتی است که بچه ها با خانواده در موقع غذا خوردن صرف میکنن. ورزش هم متاسفانه جنبه های رقابتیش بیشتر از جنبه های بدنسازی و پهلوان پروری، اگر بشه گفت به فارسی، بیشتر اهمیت پیدا کرده. بسیار بسیار از بچه‌ها صدمات جسمی می‌بینن و مقدار زیادی از اونها به خاطر زیاده روی است که در کاری که در ورزش انجام میدن. اینجا اجازه بدیم یه چند تا کارتون برای شما دارم، نمیدونم وقت بشه همه رو نشونتون بدم، توی جزوه‌ای که خدمتتون هست اینها موجود هست. نمیدونم کپشنش از ته سالن دیده میشه یا نه، اگر نمیشه من سریع براتون میتونم نگار بخونم. اجازه بدین یه مکس کوتاهی فقط رو بعضیش داشته باشم. این چون به قسمت بعدی صحبت من مربوط میشه، اجازه بدین براتون بگم که معلمیه که به بچه ها میگه از همه تون میخوام فکر انتقادی و خلاق و مستقل داشته باشیم و دقیقا به همون چیزی که من میگم عمل کنید. اینجا اجازه بدین به قسمت های داخلی مغز با هم نگاه بکنیم. خیلی جالبه که دوتا قسمتی در مغز که ساختاری در مغز که مسئول یا گرفتن اطلاعات و بعد سپردن اونها به حافظه دراز مدت هستن، تالاموس اند هیپوکامپوس، در قسمت احساسی عاطفی مغز قرار دارن. یعنی یک شخص در محیط یادگیری باید از لحاظ احساسی و عاطفی خودش رو خوب حس بکنه، هم میزان توجهش بالا میره هم یادگیریش افزایش پیدا میکنه. فکر کنم یک شعر فارسی داریم که زمزمه اجازه بدین رو نوشتم که اشتباه نکنم. درس معلم ار بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد
طفل گریزپارا، فکر می‌کنم به واقع گویای همین مطلب باشه. دو تا مسئله اینجا دلم می‌خواد بهش دقت کنین، چون بعدم بهش برمیگردیم. برای اینکه چیزی برای همیشه تو ذهن شما بمونه، باید اول برای شما مفهوم باشه، make sense، و بعد برای شما معنا داشته باشه، it has a meaning. با امید اینکه همه حرفای من برای شما مفهوم باشه، اون قسمتیش برای شما معنا خواهد داشت که مثلا به سن فرزند شما مربوط میشه. اینجا اجازه بدیم شروع کنیم قسمت فرایند یادگیری رو که روانشناس آموزشی دکتر بنجامین بلوم قسمت ادراکیش رو تموم کردن در سال 56 و قسمت احساسی و روان رفتاریش و همکاران ایشون. اینجا دو صورت از این رو برای شما دارم که دست چپی که آبی رنگ هست کار خود بنجامین بلوم هست و زرد رنگ کار شاگرد ایشون دکتر لورن اندرسن. یه تغییراتی در واژه این واژه ها دیده میشه. در مورد بنجامین بلوم، این به دانش، فهمیدن، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب و ارزیابی، و در مورد دکتر لورن اندرسن لغت دانش به یادآوری و به جای لغت ترکیب ارزیابی و بعد خلاقیت به کار برده شده. حالا اینجا اجازه بدید من یک اسلایدی دارم که اینو البته دو تا لغت کوچیک املای اشتباه داره که چون من نمیخواستم درش تحریفی بشه به همون صورت خودش باقی گذاشتم. اینجا من یه مثال برای شما بزنم که خود موضوع به طور ساده تر روشن بشه. ببینید مثلا در قسمت دانش شما با عدد 9 آشنا میشید. در قسمت کامپریهنشن حالا شما این عدد رو با باقی اعداد تمیز میدید، فرقش رو میدونید. در قسمت کاربرد این عدد رو در تقویمتون علامت میذارید. در قسمت تجزیه و تحلیل متوجه میشید که مثلا 9 ماه اپریل با ماه جون و آگست فرق داره، مثلا تولد همسر شما یا سالگرد ازدواجتونه. در قسمت ترکیب این اطلاعات رو با هم تمام رو هم می‌ریزید، ادغام می‌کنید، و در قسمت ارزیابی بین گزینه‌هایی که دارید مثلا برای همسرتون یک کادوی می‌خرید، ولی متأسفانه بهترین گزینه نبوده و مثلا فکر کنید برای یک همچین موقعیت شما یک پولو پس تهیه می‌کنید. این رو اجازه بدید توضیح بدم چرا. ببینید من اینو خواستم به شما بگم که اگرچه که این مراحل به هم دیگه مربوطن، ولی هیچ مرحله زامن مرحله بعدی نیست. شما افرادی رو می‌بینید که تحصیلات آکادمیک خیلی عالی دارن ولی تصمیمات بسیار اشتباهی تو زندگیشون می‌گیرن. کسانی هستن که اصلاً تحصیلات آکادمیک ندارن ولی تصمیمات درستی تو زندگیشون می‌گیرن. اونچه که ادوارد تورندایک به اسم سوشال اینتلیجنس ازش نام می‌بره. به زبان ساده‌تر اگه شما می‌خواید دانشمند موفقی باشین، به سلایه پایین احتیاج دارین. اگه می‌خواید تصمیمات خوبی در زندگیتون بگیرین، به سلایه بالا. اگه در نهایت می‌خواید دانشمند خوشبختی باشین، به همه اونها احتیاج دارین. جالب اینه که ما در رزومه هامون از سلایه پایین موفقیت هامون در زندگی اشاره می‌کنیم، ولی تحقیقات نشون میده که از 10 تا عاملی که افراد کارش رو دست میدن، 7 تا اول در واقع مربوط به اشتباهی است که در سلایه بالا اتفاق می‌افته. یک محیط آموزشی خوب باید در هر بلاکی، در هر کلاسی شاگرد رو از این مراحل گذر بده. متاسفانه کتاب‌های آموزشی بر اساس سلایه پایینی نوشته میشه که به بچه‌ها محفوظات میدن، ولی روالی که الان هست بیشتر سوال‌ها در زمینه بالا مطرح میشه، به خصوص مثلا در رشته‌های مثل حقوق یا علوم سیاسی بیشتر سوال‌ها آنالیتیکال هستن. بچه ها یعنی کسی